سلام دوستان، به کانال بیوگرافی فارسی خوش اومدید. مرسی که کانال ما رو انتخاب کردید. اگر هنوز عضو این کانال نیستید، از زیر همین ویدیو با زدن دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما زنگوله کنارش رو بزنید. الهه حصاری متولد 18 مرداد 1369 در تهران، بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون است. او فارغ التحصیل فوق دیپلم رشته تربیت بدنی و لیسانس زبان انگلیسی می باشد و دو خواهر به نام المیرا و ملیکا دارد. در دوره دبیرستان با گروه تئاتر مدرسه شروع کرد. سپس این علاقه او رو به کلاس‌های بازیگری مؤسسه فرهنگی هنری چهره‌های ماندگار کشوند. او سپس با ابراهیم وحیدزاده کارگردان آشنا شد و در سال 87 وقتی 18 ساله بود با فیلمی به نام تاکسی نارنجی جلوی دوربین رفت. شهرت او اما از سال 95 در سن 26 سالگی با حضور در سریال 8.5 در نقش یلدا شروع شد. با اینکه خیلی زود در فیلم بیتابی بیتا مقابل حامد بهداد به یک نقش اصلی رسید، اما این فیلم دیده نشد و خیلی هم به کمک این بازیگر جوان نیومد. اما در سالهای بعدی حصاری با حضور در آثاری چون قاعده تصادف و صوفی و دیوانه امکان همکاری با فیلمسازان سرشناس و ایفای نقش‌های مکمل تاثیرگذار رو پیدا کرد. مدیوم تلویزیون و بعد شبکه نمایش خانگی و سریال ممنوعه گام‌های مؤثر بعدی برای دیده شدن الهه حصاری بودند و حالا نوبت به سریال جنجالی و پرطرفدار زخم کاری رسیده که میتونه سکوی پرتاب دیگری برای این بازیگر باشه. او به تازگی با سریال نمایش خانگی مهمان خانه هاست. سریال زخم کاری در 20 قسمت 50 دقیقه‌ای ساخته شده و قسمت اول این سریال در 14 خرداد سال جاری از پلتفرم فیلمو پخش شد. داستان این سریال اقتباسی از مکبث شکسپیر هست. تراژدی شکسپیر روایت زندگی سرداری به نام مکبث هست که دانکن پادشاه شریف و مهربان اسکاتلند او را از میان هواخواهان خودش برمی‌کشه و به او جایگاهی بلند می‌بخشه. اما مکبث با تلقین جادوگران و وسوسه نفس و اغوای زن جاه طلبش در شبی که پادشاه مهمان بود او را در خواب به قتل رسوند. مکبث از اون پس گرفتار عذاب وجدان میشه، اونچنان که هر اتفاقی او رو هراسان میکنه. او در این سریال نقش کیمیا، منشی مالک، دختر جوان و بلند پروازی رو بازی میکنه که از طرفی دلداده مالک هست و از طرفی مهره بازیهای سمیرا همسر مالک. البته این سریال با سانسورهای زیادی هم مواجه بود که گهگاه بر روند داستان هم تاثیرگذار بودن، مثل صحنه هایی از آشنایی کیمیا با مالک که سکانس های صحبت های عاشقانه و طنازی های او رو شامل میشد دچار سانسور شد. زخم کاری یک مجموعه نمایشی ایرانی به کارگردانی محمد حسین مهدویان و به تهیه کنندگی محمد رضا تخکشیان محصول سال 1400 است که به صورت اختصاصی در فیلمو و شبکه نمایش خانگی پخش میشه. قسمت هفتم این مجموعه به دلیل عدم تفاهم عوامل تولید و تیم نظارت ساترا توقیف شد و سپس بعد از 4 روز قسمت هفتم در فیلمو پخش شد. این سریال در مدت زمان کوتاهی تونست مخاطبان زیادی رو به خودش جذب کنه. طی نقد و بررسی انجام شده توسط فیلمو، 3 سریال آقازاده، همگناه و زخم کاری در مقایسه 4 قسمت اول این مجموعه ها، سریال زخم کاری تونسته بود با بیش از 13 میلیون دقیقه رکورد آقازاده رو بشکنه. پخش قسمت 9 این مجموعه در 8 مرداد تونست 20 میلیون و 420 هزار دقیقه تماشا رو در فیلمو به ثبت برسونه و رکورد پیشین برای همگناه رو با 20 میلیون و 170 هزار دقیقه بشکنه. فیلمبرداری این مجموعه در 10 تیر 1400 به پایان رسید. الهه حصاری در مصاحبه‌ای گفته: رشته تحصیلی من تربیت بدنی بود و از همون دوران کودکی عاشق ورزش کردن بودم و دنبالش کردم که بعد از مدتی ماجرا برام جدی‌تر شد. دنبال مدارک فیتنس و بدنسازی رفتم. زمانی که ورزش یوگا در کشورمون مطرح شد، خیلی به اون علاقمند شدم که بعداً متوجه شدم ورزش آسانی هم نیست. من استاد خوبی داشتم و دوره‌های کامل این رشته رو گذروندم و مدرکم رو در این زمینه گرفتم. برای اینکه بتونی در یوگا مربیگری کنی، ابتدا باید دوره‌های آمادگی جسمانی رو بگذرونی که البته برای مربیگری هر ورزشی باید این دوره رو دید و مدرکش رو گرفت. من این دوره رو گذروندم و بعد ایروبیک رو انتخاب کردم و بعد از اون هم بدنسازی و فیتنس و در نهایت یوگا که انتخاب خودم بود و حالا مربی شدم. غذاهای دریایی خیلی مورد علاقم هستن و تقریبا همگی اونها مثل میگو و ماهی رو دوست دارم. سعی میکنم این غذاها رو در رژیم غذاییم داشته باشم
جدا از اینکه مزهشون رو دوست دارم، دلیل اصلی علاقم به غذای دریایی سالم و مغذی بودن اونهاست. من خیلی عطر دوست دارم. برند مورد علاقم هم لانکوم و جیوان هست. دیور رو هم خیلی دوست دارم و هر محصول جدیدی هم که تولید میکنه رو دوست دارم داشته باشم. من قبل از اینکه در آموزشگاه تدریس کنم، در باشگاه ورزشی یوگا رو به علاقمندان این رشته آموزش میدادم و البته الان هم مشغولش هستم. اما ماجرای ورود من به آموزشگاه آوا و تدریس در اونجا خیلی جالب بود. در یکی از جشن‌های حافظ آقای هومن سیدی رو دیدم که ایشون خودشون در این کارگاه بازیگری تدریس میکنن و متوجه شدن که من یوگا آموزش میدم. به من پیشنهاد دادن تا در این آموزشگاه هم تدریس کنم و با کمال افتخار پذیرفتم. خیلی دوست دارم که یک بار یک نقشی به من پیشنهاد بشه که نقش یک ورزشکار حرفه‌ای رو بازی کنم. نمیدونم که این اتفاق میفته یا نه و همه چیزو میسپارم به خدا. من حدود 12 ساله که نوشابه و نون سفید نخوردم. فقط از نان جو و نانهای سبوسدار استفاده میکنم که برای پوست و مو بسیار خوب هستن. همچنین در وعده‌های غذاییم از میوه استفاده میکنم و به جای استفاده از میان وعده‌هایی با خاصیت کم میوه و آب میوه مینوشم. وقتایی که حالم بده به شدت ورزش میکنم که به سرعت حالم خوب بشه. اگه جواب نگیرم موسیقی رو خیلی دوست دارم و با شنیدنش حالم خوب میشه. با آرایش کردن مخالف نیستم. به نظرم آرایش برای خانم هاست. ولی اول باید بهداشت و سلامت پوست رعایت تضمین بشه و بعد کرم پودر و پنکیک روی پوست بیاد. خانم الهه حساری هنوز ازدواج نکرده و مجرد هست. اما گفته که تجربه عشق رو داره. این خانم بازیگر در سال 1392 وقتی 23 ساله بود جایزه بهترین بازیگر نقش اول زن رو از جشنواره فیلم اوراسیا از قزاقستان برای بازی در فیلم نگران نباش سارا گرفت. مدتی پیش الهه حساری عکسی رو به همراه مادرش در فضای مجازی منتشر کرد که بسیار مورد بازدید و تعجب همگان شد. علت تعجب اونها جوان بودن مادر او بود، به طوری که خیلی ها میگفتن مادر او از الهه جوانتر به نظر میرسه. الهه گفته مادرم برای من و دوتا خواهرم خیلی زحمت کشیده و جا داره ازش خیلی خیلی تشکر کنم. بزرگ کردن 3 دختر اون هم به تنهایی به نظرم خیلی سخته. از مهمترین آثار هنری این بازیگر خوب کشورمون میشه به مجموعه های قلب یخی 3، شوخی کردم مهران مدیری، سریال ممنوعه و فیلم های نطفه شوم، زنان ونوسی، مردان مریخی، انتهای خیابان 8، نگران نباش سارا، داره صبح میشه، ماه گرفتگی، صوفی و دیوانه، هایلایت، کروکودیل، ترانه و راند 4 در سال 99 اشاره کرد. مرسی که با لایک کردن و کامنت گذاشتن از ما حمایت میکنید. حتما نظرتون رو در زیر همین ویدیو و در قسمت کامنت برای ما بنویسید. و اگه هنوز عضو این کانال نیستید، میتونید از زیر همین ویدیو با زدن دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید. اوقات به کامتون باشه تا دیداری بعد، بدرود.